از یکی از آقایون اهل علم شنیدم، ایشون گفت من رو منبر و از امام رضا یه چیزایی گفتم و رأفت امام رضا که ما ایرانی ها زیر سایه‌اش هستیم و اینا گفتم، از منبر اومدم پایین یه آقای اومد به من گفت حاج آقا شما از کرم امام رضا گفتی، من از کرم امام رضا دیدم، میخوام یه چیزی برات بگم. من تاجر تو تهران بودم، تاجر بسیار موفق و از جهت مالی وزن بسیار خوب بود و یه شرکت داشتم و کلی پرسنل، ولی چند تا معامله سنگین کردم و سرم کلا گذاشتن و شکست شدم، بدهی سنگین بالا آوردم. طلبکارای من بود که دائم در خونم زنگ می‌زدن، من که جرئت نمی‌کردم برم درو باز کنم. خانومم بعضی رو جرئت می‌کرد که می‌فهمید کی اومده دم در، بعضیا رو خانومم هم جرئت نمی‌کرد بره. به چند تا از رفقا زنگ زدم که بابا کمکم بکنید، من ورشکست شدم، ولی اصلا جواب من رو ندادن. به خانومم گفتم خانوم من میخوام یه جایی برم ببینم که اون هم جواب من رو مثل این رفقا میده، یعنی پشت به من میکنه و نارفیق در میاد، یا به من جواب میده. خانومم به من گفت کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم حرم امام رضا علیه السلام ببینم، به حکم این که بالاخره دو سه بار که زیارتش رفتم تو عمرم، تو مجلسش نشستم، براش گریه کی کردم، به حکم این کارا رو کردم، آیا امام رضا جواب منو میده یا اینکه تو این وضعیت خنسی که الان بهش خوردم امام رضا هم به من پشت میکنه؟ خانومم گفت با کدوم پول میخوای بری؟ پول نداری بری مشهد؟ گفتم خانوم اونو شما یه جوری جورش کن. گفت کجا جور کنم؟ گفت بالاخره گفتم یه جوری جورش کن. زنگ زد به خواهرش برادرش، یه پول به اندازه رفتن من به مشهد، خودش هم خیلی دوست داشت بیاد ولی پول اندازه نبود که بیاد، من رفتم. شب را افتادم سوار اتوبوس شدم، به کیفم دستم بود یه لقمه خانومم گذاشته بود به عنوان شام، شب تو راه بودم، صبح زود رسیدم مشهد، صاف رفتم حرم امام رضا. رفتم شروع کردم درد و دل کردن و گریه کردن، درد و دل کردم، گریه کردم، گریه کردم، درد و دل کردم. شاید چند ساعت گذشت، سردرد گرفتم و گریه کردم، دیدم دیگه تحمل ندارم بشینم. ساعت رو نگاه کردم، دیدم یه نیم ساعت سه رو مونده به اذان ظهر. گفتم پاشم برم بیرون یه هوایی به سر و کلم بخوره، یه وضویی بگیرم، یواش یواش تا نماز ظهر رو بخونم، بعد برم بازار یه لقمه نون مثلا بخرم به عنوان ظهر، نهار بخورم، دو مرتبه برگردم حرم، یه چند ساعت باشم و برم ترمینال برگردم تهران. به این امید رفتم سمت کفشداری. وقتی رفتم دستمو کردم تو جیبم که اون شماره کفشداری رو در بیارم، دیدم جیبمو زدن. اون مختصر پولی که خانومم گذاشته بود جیبمو زدن. خیلی عصبانی شدم، دویدم رفتم جلو زری امام رضا، حرف نزدم، نگاه کردم، تو دلم با آقا حرف زدم، گفتم آقا دیدی جیب منو میزنن یا ندیدی تو حرمت؟ اگر ندیدی که اون اشراف امامتت کو که میگن اشراف داری به همه جا، و اگر دیدی تو که میدونستی خانومم با چه فلاکتی اون پولو جور کرد، چجوری اجازه دادی پول من رو بزنن، تو که میدونی. میگه تو دلم اینجوری با امام رضا حرف زدم، اعتراض داشتم. میگه بعد سرم انداختم پایین اومدم بیرون، حال وضو گرفتن و نماز و اینا رو نداشتم، نمیدونستم چی کار بکنم، به کی برم بگم که مثلا من مال تهرانم، پولمو گم کردم، اگه میشه یه پولی به من بدید، همین چیزایی که گاهی موقع این حرفه‌ای آدم حرما میگن. اصلا این چیزا بدم میومد، اهل این حرفا نبودم. میگه ذهنم هنگ کرده بود، اصلا نمیدونستم چی کار بکنم، دستم تو جیبم بود، همینجوری راه میرفتم، یه مرتبه دستم خورد به یه سکه. تو ذهنم یه چیزی اومد که برم تو تلفن عمومی، این قضیه مال 30 سال پیشه، تلفن عمومی هنوز بود، برم تلفن عمومی سکه رو بندازم، یه شماره ای رو بگیرم مال مشهد. وضعیت خودم رو میگم که من احتیاج به پول دارم، حالا اگه طرفم به من جواب نداد خجالت نمیکشم چون ندیدمش دیگه، پشت تلفنه. با همین نیت رفتم توی تلفن عمومی، سکه رو انداختم، یه شماره گرفتم، شماره گرفت، طرف برداشت و بفرمایید. گفتم آقا من یه تاجرم، اهل تهران هستم، ورشکست شدم، اومدم توسل به امام رضا علیه السلام، پول منو زدن، الان احتیاج دارم به یه پول غذا و یه پول بلیت برای برگشت به تهران، شما نه به خاطر من، مردونگی کن به خاطر امام رضا به من این پول رو بده. او گفتش که آقا الان کجا وایسادی؟ آدرست کجاست؟ از کجا داری به من زنگ میزنی؟ گفتم نمیدونم. گفت من گوشی دستم بپرس از مردم، از رهگذرا پرسیدم، گفتن کنار فلک آب سر خیابون خسروی نو. گفتم اینجا هستم. گفت آقا همونجا وایسا، من یه رب دیگه ماشین میفرستم دنبالت، بیاد بیا پیش من. میگه من یه کناری وایسادم، یه رب دیگه دیدم یه ماشین مدل بالا شیک اومد دنبال من. گفت آقا شما بودی زنگ زدی یه رب پیش؟ گفتم بله. گفت بفرم. فهمیدم راننده است این، خود اون کسی که باهاش حرف میزدم تو تلفن نی. سوار شدم، منو برد تو منطقه احمدآباد مشهد، اونجا یه خونه خیلی شیک و به هر حال
معلوم بود خونه بزرگی بود، درش باز شد، ماشین رفت تو. وقتی از در ماشین پیاده شدم دیدم یه آقایی داره از پله‌ها میاد پایین، که فهمیدم صابخونه اونه. اومد دوید سمت من، منو بغلم کرد، گفتش که من بودم که تو تلفن با شما صحبت کردم، شما امروز مهمان امام رضا هستی. من کیم؟ من نوکر شما، شما مهمان امام رضا. این مدنی خدا میگه من بهتم زد، اصلا نمارو بهش میشناسه اینجور برخورد. میگه منو برد تو پذیرایی مفصل، شربت و چایی و نمیدونم میوه و اینا، بعدشم یه نهار مفصل. تو دلم گفتم که خدا بهت خیر بده، نهارمون که خوب جور شد. اگه تو مردونگی بکنی یه پول بلیت برگشت تهران ما رو هم بدی، دیگه تکمیل کردی. بعد از نهار به من گفت خب آقا شما قضیت چیه؟ گفتم حقیقتش من تاجر هستم، ورشکست شدم، اینجوریه، ولی سرتو درد نمیارم. حکمتش این بود که با شما آشنا بشم، امروز اومدم مهمون شما، با شما آشنا بشم. گفت چقدر بدهی داری؟ گفتم 200 میلیون. 200 میلیون 30 سال پیشا که تو بعضی از شهرها با 1 میلیون میشد خونه خرید. گفت چقدر سرمایه میخوای که دو مرتبه راه بندازی کارتو، دو مرتبه سر پا بشی؟ گفتم 70 80 میلیون باشه دو مرتبه میتونم برگردم به کار. دیدم دست چکشو در آورد، اول یه چک نوشت پاره کرد داد به من، نگاه کردم دیدم 200 میلیون. برق از چشم پرید، گفتم این نگه دار. دو مرتبه دیدم یه چک دیگه نوشت پاره کرد به من داد، دیدم 80 میلیون. گفتم برای چی این کارا رو میکنی؟ من ندارم بهت بدم. گفت اون 200 میلیون مال خودت، نمیخواد برگردونی، اون 200 میلیون بدهی تو بده. این 80 میلیون هم برای که سرمایه دو مرتبه باشه، برگردی به زندگی، هر موقع رسید کارت به سود دهی، یواش یواش به من برگردون. و تا اون موقع اگر من مردم یا تو مردی مدیون نیستی، خیالت راحت باشه. گفتم آقا برای چی به من اینا رو میدی؟ همون موقع یه نوجوانی، یه پسری مؤدب اومد سلام کرد، یه سینی چای آورد، چای رو داد و رفت. این آقا گفتش که پسرم بود اومد، دو سال قبل تومور مغزی داشت، بردمش پیش متخصصین مشهد، گفتن سرطان داره، بردمش تهران پیش فوق تخصصای تهران، بهترین دکترای تهران، گفتن که کار ما نیست. گفتم آقا من پول دارم، هر جای دنیا که امکان معالجه پسرم هست بگی. گفتن تو لندن بیمارستانی هست که تجهیزات خوبی داره تو این جهت، اگه میتونید ببرید شاید اونجا امکاناتشون جوری باشه که بتونن کاری بکنن. من با پسرم رفتیم لندن، رفتیم همون بیمارستان، قرار شد 3 تا آزمایش بگیرن از پسرم که اگر این 3 آزمایش مثبت در میومد اونام نمیتونستن کاری بکنن. 2 تا از اون 3 آزمایش مثبت در اومده بود، یکیش مونده بود فقط، اینم مثبت در میومد دیگه تمام بود. یه نفر تو آزمایشگاه اومد به من گفت، من انگلیسی میفهمیدم، اومد به من گفت آقا دعا بلدی؟ گفتم چطور مگه؟ گفت برو دعا بکن که آزمایش سوم منفی در بیاد، والا ما هم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. من رفتم تو حیات بیمارستان تو لندن، اصلا نمیدونستم با کی حرف بزنم، چی کار بکنم، چی بگم. یه مرتبه ذهنم اومد امام رضا، یه مرتبه ذهنم اومد امام رضا. گفتم یا امام رضا، من نمیگم شیعت بودم، ادعای شیعه بودن تو دارم، نه حتی ادعا میکنم محبت بودم، محب درستی هم برات نبودم، اما همسایت که بودم، همسایت که بودم، تو رو به جان جواده قسمت میدم، قول شرف میدم برای یکی از زائرات سنگ تموم بگذارم، برای یکی از زوارت سنگ تموم. میگه با امام رضا تو حیات بیمارستان درد دل کردم، خیلی گریه کردم. بعد بلند شدم بیام به سمت آزمایشگاه ببینم چی شد، دیدم یه نفر، همونی که به من گفته بود برو دعا کن، با هیجان اومد گفت آقا این آزمایش سوم منفی در اومده، و قرار شد اون دوتا آزمایش قبلی رو هم تکرار بکنن. اون دو آزمایش قبلی رو هم تکرار کردن، اون دوتا هم منفی در اومد. به من گفتن بچه تو ببر. گفتم خب یه قرصی، یه کپسولی، یه آمپولی چیدی؟ گفتن آدم سالم که دوا و قرص و کپسول نمیخواد، بردار ببر. میگه من دلم قرص نبود، برگشتم ایران پیش همون دکترایی که تو مشهد بچه‌م آزمایش کرده بودن، عکس برداری کرده بودن، دو مرتبه رفتم، گفتن اصلا این یه کس دیگه است، هیچیش نیست، این هیچیش نیست. 2 سال الان از اون واقعه میگذره، همین پسرم که اومد چای آورد. من تو طی این 2 سال دنبال اون زائری میگردم که به امام رضا قول دادم براش سنگ تموم بگذارم. تا دیشب امام رضا رو خواب دیدم. امام رضا به من فرمود فلانی فردا یه زائر بدحال از تهران داره برام میاد. به خانومش گفته من میرم ببینم امام رضا مثل بقیه به هم پشت میکنه یا دستمو میگی. اگه میخوای سنگ تموم بگذاری برای این زائر ما سنگ تموم بگذار. من دیشب از خواب بلند شدم گفتم خدای من که امروز نمیخوام برم حرم، زائر نمیبینم، دفتر کارم خیلی دور از حرمه،
من ظاهر نمیبینم. این خواب چی بود؟ تا اینکه زور وقتی از دفتر کارم اومدم خونه، تلفن زنگ خورد، دیدم شما هستی. شما هستی که گفتی بیا مردونگی کن به خاطر امام رضا به من یه چیزی بده. جیب منو زدم. فهمیدم اون ظاهر حواله امام رضا شما هستی. حالا تو رو به جان امام رضا، اگه برات سنگ تموم نگذاشتم بگو برات سنگ تموم بگذارم. تو رو به جان امام رضا، اگه برات کم گذاشتم، من قول به امام رضا دادم برات سنگ تموم بگذارم. پا شدم بغلش کردم، بوسیدمش، گفتم آقا دیگه چی کار مگه می‌خواستی برا من بکنی؟ 200 میلیون تومان همینجوری دادی، 80 میلیون سرمایه. به رانندش گفت آقا رو برسون به ترمینال، براش بلیت بگیر. رانندش من رو سوار کرد. وقتی اومدیم چشمم به گنبد امام رضا افتاد. گفتم الکریم ابن الکریم ابن الکریم. من خیال کردم دو قرون پول از جیب من زدن، دیگه تو منو نمیبینی. به امام رضا بگو آقا دستمون فقط به دامن شما بند، دستمون فقط به دامن شما بند.